باشه باشه، الان میام. خوش اومدی مادر. قهوه میخوریم براتون درست کنم؟ من اگه بخوام خودم درست میکنم. نوش جونت، خودت بخور. کلید گاف صندوقو بده به من نجات. خیر باشه مادر، چیزی لازم داری؟ اگه نبود ازت کلید نمیخواستم. طلا رو میخوای؟ جایی میخوای بری عظیم خانوم؟ میخوام اون یادگاری رو بردارم. یادگاریو؟ عجب، اونو میخوای چیکار مادر؟ برای مراد میخوام. دارین از همون حلقه الماس مهم و مشهوری که نذاشین من بندازم دستم حرف میزنین؟ آره درست میگم مادر؟ آره از همون حرف میزنم مادر. من نمیفهمم مراد اون حلقه رو میخواد چیکار کنه؟ اون که نمیخواد استفاده کنه. ایش، خستم کردی نجات، چقدر روده درازی میکنی؟ کلیدو بده برم دیگه. باشه مادر، الان میدم. باز معلوم نیست چه کاسه زیر نیم کاسه است. این مادر بزرگه گفت دروغ بزرگی گفتیم، گفت ما هم شریک جرم هستیم، گفت اگه مراد بفهمه نابود میشیم، تموم میشیم، میمیریم. به نظرم درست گفته، نباید بفهمه. میگم که ما به نوی این زنه دروغ گفتیم، یعنی اونم الان ما رو بخشید؟ ها؟ شما رو نبخشیده خاله امینه، به خاطر نوش داره این کارو میکنه. نه من فکر میکنم به خاطر حیات هم داره این کارو میکنه، میخواد هر دوشون خوشبخت بشن. راستی حیات تا الان زنگ نزده، یعنی داره چی کار میکنه؟ نمیفهمم. من کیم که تو رو بپوشم؟ من یه دروغگو هم. بله. الو حیات کجایی؟ دارم با لباس عروس حرف میزنم. با لباس عروس؟ چه لباس عروسی؟ باز دیوونه شدی حیات؟ مراد سفارش داده برام بدوزن، اما انگار که کفن پوشیدم، فقط تو تابوت نذاشتنم. نمیتونم نفس بکشم. ای بابا این حرفو چیه که داری میزنی حیات؟ زبونتو گاز بگیر، دارم از دست عصبانی میشم، ساکت شو. ولی انقدر به هم میومد، انقدر خوشگل شدم که مراد عاشقانه داشت بهم نگاه میکرد. چی شد؟ الو حیات؟ الو الو، این دختره چرا صداش در نمیاد؟ الو حیات، خدا لعنت هم. خوش اومدی پسرم. ممنونم مامان بزرگ. خیر باشه؟ زنگ زدی گفتی فوراً بیام خونه، نکنه تو خونه مشکلی پیش اومده؟ نه چیزی نیست، برو بشین. اینو بگیر. این چیه؟ یعنی میدونم حلقه است، اما از کجا اومده و برای چی اومده؟ ببین پسرم، این حلقه رو وقتی ازدواج کردم خونواده شوهرم به من دادن.
منم وقتی نجات با مادرت ازدواج کرد دستش کردم. الانم تو این حلقه رو میدی به اونی که میخوای باهاش ازدواج کنی. اما من... الکی زبون نریز، من میفهمم. این حلقه خیلی وقت پیش صاحبشو پیدا کرده، مثل قلب تو. مامان بزرگ، اصلا منتظر نمون، سری به حیات پیشنهادتو بده. هرچه سریع تر ازدواج کنیم. نوه خوشگلم چقدر خوشبخت بود. تا آخر عمرم تو رو نفرین میکنم. ایشالله که هر چه که هستی حتی یه روزم آرامش نداشته باشی. مراد فکر کرد تو مردی. چی شد؟ خوشبخت شدی؟ آره؟ تو فقط وجدان خودتو راحت کردی. دروغ مادرش پسرمو خوشبخت کرد. دروغ حیاتم پسره